مپندار که حق در جهان دادنیست. مپندار که حق در جهان دادنیست. چو حق دادنی نیست، بستادنیست. امروز داشتم از یک محله رد می شدم که سالهای قبل، یعنی 40 سال پیش از این، یه روزی که از اونجا رد می شدم، دوستم که توی ماشین بود به من نشون داد با انگشت، گفت نگاه کن بچه محلتون بیژن مفید، نویسنده شیرین ترین و واقعی ترین و راست ترین قصه های زندگی آدم های محله و فرهنگ و سرزمین ماست. بیژن مفید توی این خونه میشست و وقتی بیژن فوت شد، اینجا کسی رو نداشتیم که بیژن رو خاک بسپاره، بیژن مفیدمون رو کسی رو نداشتیم بیژن رو به خاک بسپاره. اینجا سوزوندنش، بیژن رو در یک جعبه اینقدری گذاشته بودن و اون جعبه دست ثریای مفید، همسر سابق بهمن عزیزم، بهمن مفید، و ثریای حلی بازیگر تئاتر که سپس شد ثریای مفید، و سپس پس از اون در همین اینجا با امیر توزیع، برادر هوشنگ توزیع که همسایه چسبیده به همدیگه بودن درهای خونه هاشون، با همدیگه روابطی پیدا کردن، روابطی عاشقانه، و سپس به ازدواج و رفتن از لس آنجلس به ایران موکول شد. امروز داشتم از اونجا می اومدم برم به طرف خونه که برسم به ساعت 11، چون دیروزم نبودم در خدمتتون، بتونم در خدمت شما ها باشم. اول اینکه میدونم خیلی سخته پیدا کردن، 3 تا من فیسبوک دارم، روی این فیسبوک ها هر بار روی یکیش در واقع من با شما در ارتباط بودم، اما این بار مشکل فکر میکنم برای خیلی ها که بتونن به سهولت پیدا بکنن برنامه ما رو. برنامه ما از ساعت 11 صبح به بعد از همین جا از روی لپتاپم از حالا به بعد در ارتباط با شما خواهم بود، چون تلفنم صداش اشکال داره، خورده زمین، خراب شده، و شما بارها و بارها به من تذکر دادید که این صدا خرابه، ولی الان میبینم که فرشته عزیزم عباسی گل، یکی از یاوران این برنامه، یکی از پاهای پرپا قرص و با شرف این برنامه با مات، و خواهش میکنم که فرشته جان بنویسین صدا خوبه یا نه. سپس بعد از اون مجید عزیزم، مجید گل نازنین، که چقدر زحمت کشیده برای کلیپ های من، ترانه های من و اونچه که من تا به امروز انجام دادم و خیلی هاش شما خبر ندارید، این بچه با شرف میهن پرست، بچه با ایمان مسلمان، تلاشش رو کرده که صدای ما رو رسا بکنه. وقتی میگم مسلمان، الان 4000 نفر میپرن آی فوش خوار مادر رو به دین و پیغمبر و خدا و زمین و زمان میدن. آقا نه، از اون دست که شما فکر میکنین. مسلمانی به معنای تسلیم در مقابل خداوند. یک سری هم اسامی هست که این اسامی در ذهن مردم سرزمین ما خوش نشسته، خوش جا خوش کرده، و مردم به اونا متشبث میشن. نه ما میدونیم اونا کیان، نه اونایی که مبلغ اون دین هستن میدونن کیان. فقط یک سری اسامی، یک سری روایات، یک سری توضیحات و توضیح المسائل و قرائت‌های گوناگون و التقاط‌های گوناگون از قرآن حضرت محمد اعظم که دشمنان و دوستان خودشو داره. من فکر می‌کنم ما مردم، یعنی من و اونایی که مثل من فکر می‌کنن، اصلا برای ما اونایی که شما میگید اصلا فرق نمی‌کنه. بله می‌دونیم که وقتی عرب‌ها کشور ما حمله کردن،
اومدن خواستن جوی خون را بیندازن، اینقدر کشتن کشتن، دیدن جوی خون را نمیفته، آب قاتیش کردن که راه بیفته و حرفشون رو به کرسی بنشونن و بگوین که ما ایرانیان را اینقدر کشتیم تا جوی خون را افتاد. درود بر شما بیژن جا. آقای قادری صدا خوبه، لطفا بنویسید برای من. حمید بیاتی عزیزم درود بر شما. بله بله برنامه الان پخش میشه. اکبر آزاد عزیزم از سرزمینمون، سلام اکبر آزاد شاعر، صدا بسیار خوبه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. اکبر آزاد درود بر تو. اکبر آزاد اول برنامه اومد که من یه توضیح بدم، هنوز تا حواس من پرد نشده و نرفتیم به قصه و داستانهای زندگی دوران مهاجرت بپردازیم، از اکبر آزاد شاعر در سرزمین ما بگم. این شاعر و آهنگساز خودش هم میخونه، صدای بدکی هم نداره ولی نمیخواد خواننده بشه. اکبر آزاد شعر و آهنگ میده به دوستان من، به رفیقای عزیز من، به خواننده هایی که محبوب شما. وقتی زنگ میزنه میگه پول شعر من چی شد، میخنده دوستم رفیق همه ما مردم و میگه من خواننده معروفی هستم، اما پول ندارم به تو بدم. این خواننده عزیز داریوش رفیق نازنین منه و مثل برادرم من اینا رو دوست دارم، ولی چه کنم، بر سر تأمین منافع ملیم و بر سر نوع فرهنگ ها و اونچه که ما آموختیم از خانواده و فرهنگ و محیطمون اختلاف جهت و نظر داریم. از این بابته که تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. باری این شرط انصاف و شرف نیست که یک شاعری زن بچه دار گرفتار در سرزمینمون شعر بسازه، آهنگ بسازه، تمام عصاره استعدادش رو بده به یک خواننده اونم مثل داریوش، بعد از سالها پاسخش این باشه که داریوش به اکبر داده. و دیشب بیژن جان قادری در ارتباط با یک سری قصه و داستانهایی که داریوش میره منظر شهریار قنبری و قصه و داستانهایی است که امیدوارم خود شهریار قنبری نه از روی کینه، نه از روی نفرت، نه از روی دشمنی، از روی صداقت و انسانیت و معرفت بیاییم این گیر و گره های فرهنگیمون رو باز کنیم تا زنده ایم. بیاییم تا زنده هستیم بگیم آقا این کار غلطه، این کار درسته. بیاییم خوبی رو تبلیغ کنیم، خوبی رو تشویق کنیم، شرافت و مروت و قسط و عدالت رو تبلیغ و تشویق کنیم، نه غیظ و غضب و خشم و دشمنی. وقتی هم از حقت میخوای دفاع کنی وقت میگم اوه نگاه کنین این خشونت طلبه، این چنین است، این چنان است. چرا؟ امروز براتون میگم چرا ایش رو. باری اکبر جان درود بر تو، امیدوارم که موفق باشی. دیشب جای همتون خالی، منظر یه آدم با معرفت، یه انسان با شرف، یه کسی که لذت میبره از این که پولش رو بده، رفیقاش رو جمع کنه، شبی شادمانی داشته باشن و بهترین غذا رو از ست خانم آشپز و آشپز نمیدونم معروف بهتر غذا درست میکنه. این فرید عزیز من، این فرید طلب، این بچه با معرفت با شرف که زیر بال و پرش گرفته دو سه تا از بچه های جامعه هنری رو و هر کاری بتونه براشون میکنه و من مطمئن هستم که پاسخش رو از کارما و روزگار خواهد گرفت. آدم ها رو وقتی نمیشناسیم از دور، عقده، حسادت، تبلیغات بد که همش نشأت از نادانی و عقده و حسادت داره من میبره، نشأت از این میگیره که وقتی یه کسی یه چیزی رو داره عوض که بزنیم ما هم بریم در اون راه کمکش کنیم موفق بشه، کمک کنیم برای کارهای عمومی درست، یا میکشیمش پایین یا با پاراجور میزنیمش یا براش کلک درست میکنیم یا براش پاپوش درست میکنیم. حالا هر کس نسبت به امکاناتی که داره، از یه تلویزیون قرازه همکار جمهوری اسلامیه به ملت ایران ظلم و تجاوز کرده و میلیون ها پول مردم ایران رو به باد داده با تبلیغاتی که ماکت فروخته به مردم، نخونه به مردم گرفتاره تو جنگ،
به مردم آواره در به در از زیر موشک های صدام فرار میکردن. دلشون خوش بود به این تلویزیون ها، به این تلویزیون های خارج از کشور که هر روز این بوت ایار به شکلی در میاد. یه دوره بود که اینا یه عالمه بودن، از مهران عبدشاه گرفته آی پی ایم که من خودم هم کمک میکردم به مهران و جام جام کوروش بیبیان که تلویزیون جام جام یکی از تلویزیون هایی بود که کارش کار سیاسی بود، علاوه بر کار تبلیغات و شو بیزنس کار تبلیغاتی یه بخش بود و کار اصلی کار سیاسی بود که یه انسان هایی مثل مصلحی عزیزمون بهش درود میگم در واشنگتن با رمز کلارک و با بزرگترین سیاستمداران امریکا در اون تلویزیون گفتگو کرده و از نخست وزیر سابق سرزمینمون تا تیمسار احمد این سید نیروی دریایی گفتگوهایی کردن در اون تلویزیون که اصل کار سیاسی در اونجا انجام شده. ولی مدیر این تفکر که این تفکر رو میگردونده بجز آقای بیبیان پدر کوروش، کوروش بوده که با اینا رابطه داره. آقای بیبیان اینا میمدن دولا و راست میشدن و شاگرد پادویی هم داشت که حالا این شاگرد پادوه رفته در یه تلویزیون دیگه کار میکنه و همه این شهر میشناسنش. کار این آقا این بوده که پشت درهای مغازه ها نشریات رو صبح میذاشته که مغازه ها باز میکنن بیان نشریه رو بردارن و مطلع بشن از کیهان لندن و نشریات دیگه. رفته رفته همین این نشریه پخش کردن منجر به این میشه که آقای بیبیان میپذیره که این آقا که میره نشریه پخش کنه آگهی هم بگیره، آگهی میگیره میاد میگه خب اگه منو بیشتر بشناسن که خب بیشتر به من آگهی میدن، منطقا هم درسته. به ایشون میگن آقا شما بشین جلو دوربین، این خواننده ها رو از که دور بر ما هست اینا رو شما بیار و باهاشون گفتگو کن و این رفته رفته میشود یک سنت بیمارگونه غلطی که یواش یواش مافیایی میشه. این شاگرد پادوه آقای بیبیان به دبی میره و آگهی میگیره اونچه که کوروش به من گفته و کوروش به من دروغ نمیگه. کوروش هم لایه اینا بود، قاطی اینا بود، ولی واقعا انسانی خدایی خیلی از همه اینا رو هم دیگه با شرفتر و با معرفتتر و انسانتر بود و خیلی چیزا رو اینقدر راست میگفت که همش هم به ضرر خودش بودونم. و این کوروش رب در ایران دو سال در ایران بود، هیچ کس باهاش کاری نداشت. رفته بودن خونه و ملک و ارثیه پدریشون رو بگیرن و نمیدونم گرفت یا نگرفت، اما اینو میدونم که دو سال در ایران بود و تمام این دو سال یکی از دوستان عزیزمون که در همین لس آنجلس بود، در همین لس آنجلس براش پاپوش درست کردم، 22 سال زندانش کردم با همین مافیایی که درست کردن. البته موضوعات اونا موضوعات دیگه ای بوده، یه دوره با هم دیگه رفیق بودن و دوست من خسرو یار احمدی کاباره ای داشت و اینا بر سر کاباره و مسائل مالی اختلاف جهت و نظر داشتن و اونا بین بچه ها که نمیدونستن کی خوبه کی بده با خوبا طرف شدن به جایی که با دشمن های مردم طرف بشن. و با خسرو جان و دوستای دیگه عزیز من که مشکلی پیش آمد و کار به دادگاه و مادگاه و این قصه و داستان ها طول کشید و کشید، سپس از زندان که آمد بیرون به ایران رفت و الان در ایرانه. تمام این دو سال رو توی خونهش کوروش بیبیان رو نگه داشت و کوروش اونجا با وکلای آشنا شده که خودش برای من میگفت که اون وکلا چه کسانی هستن و مسائلشون چگونه هست. چون اون مسائل به برنامه من ربطی نداره من راجبش ترجیح میدم فعلا حرفی نزنم. حال در این میانه یه آدم کنسرت گذار که میره خواننده های وزارت ارشاد و ای مردم، ای جامعه هنری، ای بچه های این شهر، ای بچه های باشرف، ای شمایی که آرزوتون اینه برین سر خاک پدر مادرتون، ای شمایی که آرزوتون اینه تو میهنتون بمیرین، همین سکوت من و شما، همین که ولش کن بابا آدم نیست، ولش کن آقا این چیه، آقا ولش کن اون چیه،
کار به جایی میکشه که رو راست صدها هزار دلار کلاهبرداری از مردم، 70,000، 80,000، 100,000، 200,000، 2,600,000 بدین خونتون رو پس میگیریم، ما رابطه داریم اینجا اونجا. این گونه میشه که فضای بیمارگونه ای میشه که خب حالا اینا باید وسیله هایی داشته باشن که صداشون رو به جامعه برسونن. میان با یه تلویزیون، با دو تا تلویزیون، از اون ور تپش با علیرضا که همین آقای مسعود جمالی شرفش و ناموسش رو قسم میدم که اگر من یک کلمه این بر اون ور میگم نیاد به مردم بگه که من راست میگم یا دروغ. خودش به من گفته که مای هفت اول میگفت 600,000 دلار. حمید لواسانی در تلویزیون یه برنامه من رفته بودم با همین امیر قاسمی گفتگو بکنم، همه رو ادیت کرده بود در آورده بود، چون من در اون برنامه صحبت کرده بودم راجع به داریوش رفیقم و ایرج شمسیان، یکی از دوستامون دکتر ایرج شمسیان که کمک میکنه به بچه های گرفتار جامعه هنری و اینا رو سالم میکنه و برای داریوش این کارو کرده بود، داریوش سالم شده بود و یه زمینی اینا میخواستن بخرن و من گفته بودم که قرار این زمین رو ایرج شمسیان و داریوش مردم کمک کنن بخرن و این بشه وقف ملی. وقف ملی، نه اینکه پول مردم بدن اینو بخریم یه تومن بشه 400 تومن و بخوریم پولدار بشیم، نه، شرافتمندانه و ملی و انسانی. همین کاری که این اناره به دروغ و به کذب از همین راه رفت، هزاران هزار دلار پول گرفت و مردم 100,000 دلار از یک کنسرتی دم LAX اونجا کنسرت گذاشت و پول اونجا 100,000 دلار شهباد نوری مجله تهران، 30,000 دلار از مردم جمع کرد داد به ایشون که ایشون بره خانه فرهنگ و هنر ایرانیان درست کنه. در گفتگوهایی که من با ایشون کردم در تلویزیون IPN ایشون به من گفته که اینجا میخواد وقف ملی بشه. بهش گفتم مرتضی اگر اینجا وقف ملی نشه من میام به مردم میگم، گفته بگو من این کار رو میخوام بکنم. خب ما هم گفتیم دستش درد نکنه باریکلا، چه بیدار شدن این بچه ها در صورتی که چنین چیزی نبوده. و بخش هایی داره این خانه هنر و خانه هنرمندان و اونجایی که خرید بعدن چند برابر فروخت و چقدر پول داره برد و اینا همش برای پوله که آدم رو حیوان میکنه، بی وجدان میکنه، بی خدا میکنه، بی ایمان و بی باور میکنه. دیشب با فرید طلب که صحبت میکردم برای من داشت تعریف میکرد در ارتباط با همین که همین دوستامون رو میبینی که دور بر ما هستن در مجموع، وقتی اسم پول میاد مادر و شرف و زندگیشون رو میذارن به خاطر یک قرون. نه خدا میشناسن، نه وجدان میشناسن، نه شرف میشناسن. اینه که تو میبینی مسعود جون زندگی اینجوریه که این همه تضاد و تشدد در بین جامعه هنری وجود داره و این جامعه هنری قربانی شده به وسیله یک سری ورشکسته وامونده درمونده دست صدم این کار که اصلا قابل این حرفا نبودن. در کاری که میکردن اگر هم صدایی داشتن ناموفق بودن، حالا اونا اومدن میخوان بقیه عین خودشون رو بیارن معروف کنن موفق بکنن. اگر من اومدم این کار رو بکنم، کارنامه من اون چه که انجام داده مسعود امینی در ظرف 53 سال گذشته در تاریخ موسیقی ایران، صدها ترانه و ده ها ترانه ماندگار جاودانه ازش اومده بیرون. من با ترانه ها، با شعرم، با اندیشه‌ای که زبان بیان درد مردم سرزمینم هست، پر از عشق به ایرانه، پر از صلح، پر از عدالت، پر از قسط، پر از عدالت خواهی، زندگی شرافتمندانه است. با این گونه تفکر اگر کسی رو میارم و به شعری میدم، اون شعر رو اون خواننده کی میخونه اصلا مهم نیست، کی میخونه، چی میخونه، اون چی میخونه میتونه یه آدمی رو بیاره مطرح بکنه. و الا اونایی که میان برمیخورن به من، خب از قبلش هم میخونن دیگه، پس چرا جا ندارن بخوابن؟ تو ماشینشون میخوابن تو این لس آنجلس، پس چرا این خونه به اون خونه گریه زاری پیش این پیش اون، تو خونه میرن کارتشو بلند میکنن، تو خونه میرن
کیفشو بلند میکنن، به هر کسی بر میخورن، یوهی میشن چگوارا، یوهی میشن داعش گرفتتشون، نمیدونم این شدن مالش گرفتتشون، این شدن. نه آقا جون، من در ارتباط با اتفاقی که در نهایت تأسف دوست من، دوست قدیمی من، 50 سال من این آدم رو میشناسم، امکاناتش رو پیش بود که این اتفاق پیش بیاد و بشه، این قضیه رو به نام این آقایی که تو خونه من زندگی میکرد میخوان تمومش کنن. اصلا اسم این آقا نبوده، یک مورد فقط اسم این آدم بود که گفتم این آقا ماشاءاللهی که تو بردی بیرونش کردی، چی شد بعد از اینکه این موضوع پیش اومد تو این آقا رو بردی و خواستی بندید جلو پول در بری؟ خواهی میتونستی خودت در میوردی، اگه میتونستی خودت رو خواننده میکردی، صاحب تلویزیون هم هستی. و صحبت بر سر اون آقایه بود، اون شاگرد پادوه، که من گفتم این شاگرد پادوه آقای بیبیان و شاگرد پادوه تو، از اینجا قصه ها شروع شد و به حق و حقوق من تجاوز کرد و فکر کرد که چون اونجا صاحب، اونجا صاحب رستوران سفیر، که من بسیار با این آدم رفیق بودم، بسیار دوستش داشتم، بسیار حمایت میکردم، حتی شبهای شعرم رو توی بیبی سرای معبود که مثل برادرم، مثل خانواده من، این بچه ها 50 و چند ساله معبود اومد کوچینی رو باز کرد، بیبی سرا رو باز کرد، الان شنیدم کوچینی ها اینا بسته داره میشه، دارن اونجا رو ازش میگیرن و یه باندی باز، این باند به وسیله نیروهای جمهوری اسلامی، عمل و کر جمهوری اسلامی، میخوان اینجا رو بگیرن و اونجا رو خودشون پاتوق بکنن. و این جمالیه گفته من اونجا رو میگردونم، باز دوباره با تلفن با ایران با این با اون، حالا خواننده بیارن از اونجا، برای اینکه بتونن خواننده رو بیارن خب باید با اصحاب کافه، با این با اون آدمای معتبری توی این کار که هستن، از اینا در واقع سوء استفاده بکنن دیگه. در این رابطه فعلا موقتا آقای احمد مسعود وسیله خوبیه که اینا بتونن برن کاوه رو بیان، که الان در شرایط کنونی آقای حمید پوستی اونجا رو گرفته و ده ها موضوع در ارتباط با کاوه تهران هست، اما احمد مسعود و مدیریتش در اون کاوه سبب ساز این میشه که از اون ور توی ایران بچه ها فکر کنن که خب اینا راست میگن، اونا رو میارن، از بقیه هم پول میگیرن، میگن سرمایه گذاری کنین، آخر سر میگن ضرر کردیم، همه رو میگن ضرر کردیم، اگه ضرر رو هم گذاشته بودن میلیونر بودن تا حالا اینا، این ضررهای دروغ رو. ولی خب این گونه هست. حتی مجری تلویزیون جامعه جمع ایران رو که الان هم مجریه، اینا میارن و اینجا براش کنسرت میذارن، خب هیچ کس هیچی نمیگه، هر کس به یه دلیلی هیچی نمیگه. اگر یه انسانی پیدا میشه، یه انسانی که از بچگی یاد گرفته تو هیئت فرهنگ عاشورای حسینی که دلاور بوده، به خدا نزدیک بوده، اسمش حسین بوده، اما این حرکت ها و اون چی که اینا تعریف میکنن انجام شده، اینا انسانی ترین زیباترین قصه هایی که مشابهاتش رو در فرهنگمون، در شاهنامه‌مون میتونیم ببینیم. شاهنامه ما صحرای کربلای ملی ماست، اونم طرحای کربلای دینی ماست. این میانه هم یه سری قالطاق حوزه، آخوند و ماخوند و کلاش و قالطاق و بیمار روحی و روانی و متعفن سوار این موج ملی ما شدن و ما رو به اینجا کشوندن که سرزمینمون در خطر، زندگیمون در خطر، میلیون ها بچه با استعداد سرزمینمون در بدر، هزاران پدر و مادر داغ دیده، هزاران آدم علیم، شیمیایی، فلج، در به در اینجا اونجای جهان. و اونهایی که سبب ساز این امر بودن و نیز امینک هستن، من و شما در ارتباطشون سکوت کردیم، سکوت میکنیم، فکر نمیکنیم. اینجا امریکا، اینجا کشور قانونه. اگر از اول میرفتین به FBI میگفتین آقا اینا رو نگاه کنین، این پولا از کجا میاد، این آقایی که اینجا تو سبزی فروشی سبزی آب میزده، حالا این آقا برای خودش تعزیه گردان این شهر شده که در لاس وگاس غلطی از خودش گنده تر کرده بوده که خسرو یار احمدی بعدا به من گفته، و از حالا به بعد من طبق قانون این کشور به عنوان یک سیتیزن این کشور همه کارهای غیر قانونی شما رو
به وسیله پلیس، قانون و FBI میگذاریم جلوی قانون با کمک صدها آدم. دیشب بچه‌هایی که پیش من بودن میدیدن از اروپا به من زنگ می‌زدن و احوال پرسی میکردن و نگران بودن. این شایعاتی که این مردک درست کرده، این دلقه که پسره که همه جا زنگ زده در سان فرانسیسکو، آره به خاطر من این اتفاق افتاده. ازم تو چی هستی؟ اگه تو خاطر داشتی من بیرون ندم کردم، بهت نمیگفتم باشه برو در بیرون، برو اینجا دیگه نبینمه. برای اینکه قلطاق، شیاد، بیمار، کلاش، هر چی غلط بود تو این دنیا من با تو تجربه کردم و دیدم که تو چگونه بیماری. با مادر و پدر بدبختت که تو این کشور افتادن توی شمال، تو روی اونا قمار میکنی، تو روی خواهر و بچه های خواهرات قمار میکنی، تو وجدان نداری، تو هیچی نداری. حالا اینا فکر کردن در پاسخ با من، به من الان تو رو بیارم بندازن جلو، مثلا جلو باشی چه اتفاقی میفته که عقب بودی. تازه حالا مردم متوجه شدن دیگه تو رو تو خونه هاشون راه ندن، مردم متوجه شدن، بچه ها متوجه شدن تو با هر کی رابطه داشته باشی دوست دخترش رو نتونی مادرش رو بلند میکنی، با گریه و زاری و التماس و هر کاری بتونی میکنی، با بهترین رفیقات، با نازنین ترین انسانهایی که به تو کمک کردن. اما پیر که امروز حالا اونم به دلیل احتیاجاتی که داره برای تو کیبورد میزنه اینا، همون پیر کم به تو محبت کرد؟ اون افشین، اون فریدون، اینا کم برای تو، به خصوص افشین و پیر کم به تو محبت کردن؟ بردنت از او یه جای دیگه اومده بودی جا نداشتی، بردن تو خونه نگرد داشتن، بعدن اومدی گفتی دوستش یه خانم خارجی است، به این ربطی نداره این خونه، اینم یه مالی خانم است، این خودش هم اونجا اضافت، منو چند روز برده، بعدم به من گفته دیگه نمیتونی بیای، که بهت گفتم مگه زور، مگه تو چی کار برای مردم کردی که از مردم اینقدر توقع داری؟ مردم نمیشناسن شما رو، عوضی که همه ماهایی که تو این کاریم، آدمای با شرفی که عمر جوانیشون رو گذاشتن به خاطر اینکه این جامعه رو پالایش کنن، به خاطر اینکه ببینن آنچه را که میبینن رو به مردم بگن، هشدار باش بودن به مردم که ای مردم مراقب این آدم ها به اسم خواننده که از ایران آمدن باشین، مردم اینا رو تو خونتون میبرین مراقب باشین، اینها سوابق بسیار بدی دارن. در همین الان فرادهایی که کردن رو میذاریم جلو FBI، ببینن ماشینی که دزدی شده از اینجا رفته در تیوانا جلو پلیس تیوانا هست چگونه رفته تا اونجا، ببینن برنامه ریزی که شد برای عمل و ممل و دکتر و مکتر چگونه شده، این عمل شدن چگونه که اینقدر اتفاق بیفته 270-80,000 دلار فقط نسخه دکتر درست بشه، اینا چگونه، اینا پول این مردم زحمت کشید که تکس میدن، اونایی که بلدن فراد کنن میکنن و پول مفت میخورن و عادت میکنن، یه سری هم کل داشتر از خودشون برمیخورن به اون، به این گونه آدم ها، و برای اینکه در واقع بتونن زور طرفایی که مخالفین جمهوری اسلامی هستند رو کم بکنن، میچسبن تیمشون رو قدرتمند کنن. آخه شما چه قدرتی دارین؟ جد کلاشی، جد ظلم، جد تجاوز به زن و بچه، یه شهر، یه جامعه، یه ملت، به اون خدای ایران. همون دیشب که من منظر با این بچه های دوستان، با بیژن جون و احمد جون و اینا، خیلی از دوستامون منظر فرید جان بودیم، چند تا از این خانم های دوستای من همین گفتن الهی شد فوشت، از اون بدتر نبوده میدادن، بالاخره یکی باید این کتافت ها رو میداد چلو قانون، قانون نگاهشون بکنه. و من بهشون میگفتم که خب برجهت شما نکردی، همه میگفتن شما برو بگو اگه لازم باشه ما همه میام بیاد مدرک نشون میدن. تو این سالها این پولا چگونه رفته، چگونه اومده، چگونه من رنده شده پولای جمهوری اسلامی تو کنسرت های لاسوگاه، چگونه بوده که اینایی که تو این شهر نه سواد دارن، نه تخصص دارن، نه استعداد دارن، نه هنر دارن، هیچی ندارن، فقط با کلاشی و قالتاقی با این تلویزیون رو انداختن جلوی تپش تپش تپش، ماها یک سال دو سال فقط پول استدیویی که اونجا اجاره کرده بودن با تمام دستگاهاشو خوردن، به قول خودشون ها پولی کردن.
مردم که نمیدونن بیرون نشستن تپش تپش دو تا خواننده میان میرن با اونا حرف میزنن، چهار نفر میان آهنگ میخونن، شما میگین وای چه تلویزیون. نه آقا بیاین ببینین داخلش چه خبره. ماهی 700 هزار دلار فقط علیرضای امیرقاسمی پول آگهی میگرفته. حمید لواسانی اون روزی که سعید جان، سعید سیام بچه محل عزیز من اونجا بود با کامران و هومن، حال این قصه کامران و هومن با گلی جانم با شهبال قصه ایست که باید خودشون راجبه صحبت کنن، که وقتی کامران و هومن رو میارن اینجا تو این شهر، گلی اتاق ملودی دختر عزیز نازنینشون میده به این بچه ها مثل فرزندش از اینا نگهداری میکرده، ولی همین که شهبال هر کارتونت کرد اینا معروف شدن، شهبال رو گذاشتن از روش رد شدن. و من شنیده بودم که تقصیر به سعید سیامه، ولی واقعا باور کنیم به خدا ایران قسم میخورم این خیلی طبیعیه که هر کسی دنبال اینه که یه کار خوشگل بکنه. اگر اون دو نفر نمیخواستن حتی با سعید سیام سلام علیکم میکردن. سعید سیام هم صدها هزار دلار خرج کرده بند خدا، با معرفتی کرده و شرفی کرده، حالا هم بخواد اسمش این باشه که سعید سیام اومده کامران و هومن رو برده نمیدونم و نداشته و شهبال کار کنن. سعید سیام چه احتیاجی داره به این بچه ها؟ خودش هم قیافش خوبه، هم ماشینش از همه بهتره، هم ثروتش از همه بیشتره، هم معرفتش از همه بیشتره، و از همه مهمتر بچه محل ما، بچه محل بیژن مفیده، بچه محل بهمن مفیده، بچه محل مسعود کیمیایی، فرامرز قریبیان، اسفندیار منفردزاده، اینا بچه های نسل قبل از ما هستن و ده ها و صد ها آدم غیر عادی دیگه که بچه های شهبازن. اینا بچه های با شرف و با معرفتی هستن. نمونه هاشون پرویز قلیچخانی، علی پروین، گودرز حبیبی، پرویز میرزا حسنه، مهدی جان مناجاتی، پرویز جان میرزا حسن عزیزم، اینا هم مدرسه های من بودن. من تو کلاس 11 12 بودم و کلاس 7 و 8 مثلا، ولی هممون توی مدرسه بودیم، دبیرستان حکیم پشت سر آب اکبرآباد، همون جایی که در شعر وصیت نامم من در اونجا نوشتم که هر خاک که جز خاک وطن نیست، واجب به تن مرده کفن نیست. ای پرچم ایران کفن تو، پیراهن افتخار عالم به تن تو، اینجا سپردیم امانت بدن تو، تا باد برد بوی تو را در وطن تو. آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم، وصیت عاشقمو پیش تو عاشق میکنم، خاکمو بردار و ببر تو خاک مرد پرگوهر، بگو تصدق سرش برید هوا تو پسر، بگو بیاین نگاهش کنین مردش اومده سفر، این سزای عاشقی زنده و مردش در به در. خاکمو بردار و ببر تو جاله، برید جلوی دکه پیاله، بذار تبرک قلندراشه، هر کی میاد پا رو سرم بذاره، بده عزیزم رو چشاش بذاره. خاکم رو بردار و ببر تو شهباز، با دایره و تنبک و ساز و آواز، بریز تو آب جوب اکبرآباد، بریز تو آب جوب اکبرآباد، بذار میشب مست بکنم تا صبح باد، از اونجا سر بدم وطن، وطن باد. خاکم رو بردار و ببر، ببر برید رو قله دماوند، تو قلعه دیو سپید دربند، اونجا که موی مادرم تو خاکه، بهش بگو که پیر پای در بند، خاطر خواهد قشون قشون هزار هزار به عشق تو زنده فقط تو روزگار. آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم، وصیت عاشقیمو پیش تو عاشق میکنم، خاکمو بردار و ببر تو خاک مرز پرگوهر، بگو تصدق سرش بریز هوا تو بسر، بگو بیا نگاهش کنین مردش اومده از سفر، این سزای عاشقی زنده و مردش
در به در. باری این شعر رو عارف رفیق روزگار نوجوانیام، خواننده مطرح 60 سال گذشته تاریخ موسیقی سرزمینمون، در یک روزگاری که اون روزگارا ما خیلی با هم نزدیک بودیم و هر روز تو خونه عارف، هر روز با همسرش فخر ایران، بامبوس هم اونجا بود، کامل علیپور هم هنوز فوت نشده بود، احمد پژمان عزیزم هنوز نرفته بود ایران، بهش درود میگم. این بچه ها زودتر فهمیدن رفتن، ما هم فهمیدیم، ولی چجوری برمیگشتم به میهنم؟ منی که با حکم اعدام اومدم، منی که در بدارم، منی که هیچ راهی ندارم، محکومم به جنگیدن بر سر آزادی، محکومم تلاش کنم که اون چی که به سر خودم اومد به سر دیگه بچه های سرزمینم نیاد، اون وقت محصولش این بشه. بچه بودیم در کتاب ها میخوندیم که باید راست گفت، توانا بود هر که دانا بود، باید دونست، باید راست گفت، باید دروغ نگفت، باید شهامت داشت، شرافت داشت، اخلاق داشت. وقتی یه دروغ میگی 400 تا دروغ دیگه باید بگی توی رابطه. خب رابطه زن و مرد عشق تموم میشه با دروغ، هر رابطه ای با دروغ تموم میشه. چقدر مگه میتونیم دروغ بگیم به هم دیگه؟ یاد گرفتی که درست باشی. اگر درست بودی تو محیطی که بودی به عنوان طاقه تافته، طاقه جدا بافته، همیشه در تضاد و تقابل بودی با آدم های پیرامونت، چون نه شرف داشتن، نه اخلاق داشتن، نه وجدان داشتن، فقط دنبال این بودن که طرفی ببندن، دیگران رو بفریبن و خودشون رو بفریبن، دلشون خوش باشه، پول دارن، میمدن میشدن 50-60 تا سرطان و صدها بیماری و صدها قصه و داستان و خودشون و زنشون رو، در نهایتی که عاشق زنشون بودن، زنشون عاشق یکی دیگه بود، در نهایتی که نمیدونم عاشق فلانی بودن، اون عاشق یکی، اون وقت باید وجه میکشیدن، باید تاوان میدادن، اگر بچه داشتن باید با چرک و خون و هر روز صبح خونش رو عوض کنن و هر روز صبح توی بیمارستان. آقا اینا تاوان دروغ ها، تاوان مظالم اجتماعیه، تاوان ظلمیست که میکنین، تاوان دلهاییست که میشکنین. دل مسودان که زهر دل به خدا راهی هست، هر که راهیش به کف نیست به دل آهی هست. وصیت‌نامه رو بعد از عارف دادم شهرام دولتی هم خون با آهنگ محمد مقدم، نمیدونم محمد کجا، بهش درود میگم هر کجا که هست. ملودی عارف رو خودم، شهریار و تنظیمش کامل علیپور، یه بخشش هم احمد پژمان عزیزم، آخرش هم که من شعر میخوندم احمد به من گفت اینجای شعر رو نخون و منم نخوندم، بعدان هم پشیمون شدم که این کار کردم. عارف این رو علاوه بر اینکه خوند دکلمه هم کرد. سپس بعد از اون فرید فرجاد عزیزم که بهش درود میگم، امیدوارم حالش خوب باشه هر کجا هست، اگرچه شنیدم حالش خوب نیست از طریق مهدی زوفایی. ببینید مردم، ما یه جایی رو نداریم که این بچه های با استعداد، برگزیدگان تاریخ موسیقی سرزمینمون، اگه میمیرن یه جا بریم یه خرما، یه حلوا بذاریم این بیان بخورن، مردم دعا کنن. یه جا رو نداریم جسدشون زمین میمونه، اگه آدمایی مثل سعید سیام نباشن، مثل مرتضی قمصری ها کجا خاک بشن؟ آدمایی مثل حسین فاطمی عزیز با شرف نازنین نباشه، ده آدم چگونه زندگیشون مشکلاتشون حل میشه؟ اگر آدمایی مثل فرید نباشن، ده تا آدم که میرن امکانش خودشون ندارن، به هر دلیلی الان ندارن، با امکانات این آدم شادی میکنن، خوشی میکنن، این درد، این سختی، این شرایط بیمارگونه دردآور رو تحمل میکنن و کاری میکنن که به خوبی و خوشی اون چند ساعت بگذره. خب اینا از شرافت این آدم ها که هستن، پر از آدم های با شرف تو این شهر، پر از آدم های با معرفت تو این شهر، اما چگونه باید اینا دور هم دیگه جمع بشن؟ چگونه میشه یه آدمی رو مثل دکتر قربانی
تو این شهر باشه ده ها آدم، ده ها موزیسین مشکل دهان و دندان داشته باشه، چگونه میشه یه آدمی مثل دکتر مراد راد با شرف تو این شهر باشن ده ها از رفیقای ما مشکل داشته باشن؟ خب اینا اگر یک جایی بود، یه جانپناهی بود، یه سرپناهی بود، این آدم های انسان با معرفت با شرف کمکشون میکردن، کمک میکردن که بتونن این دوران رو تحمل کنن، نه اینکه دق کنن گوشه خونه بمیرم مثل بهمن عزیز مفیدم، مثل بیژن مفید، مثل ده ها بچه محله با استعداد دیگه هم، مثل مسئول صدر عزیزم که همینجا دق کرد، مثل مانوک خدابخشیان عزیزم که همینجا دق کرد. وقتی مرد دیدی چه قصه ای را انداختن این امیر قاسمی، ممیر قاسمی اون تلویزیونش؟ دیدین وقتی جمشید علی مراد مرد چه قصه ای تو گورستان باز این علی رضا و یه سری آدم دیگه و نمیدونیم از کجا اینا اومدن یوهی همه شدن صاحب عذاب، و حتی زنی که 4 سال باید زندگی میکرد یه کاری کردن اون رو تو گورستان راه ندادن که سر خاکش بیاد، مردم بفهمن که ایشون همسر جمشید علی مراد بوده، چون اینا میخواستن به نام خودشون تمام بکنن و یک سری دیگه اومدن از رونا عبور بکنن، مثل مینای آلاله یا یه سری دیگه اومد رفت 10,000 دلار پروین جان هاشمی زاده داد مینا، هر تلاشی که کرد چون با جمشید اینا خیلی رفیق بودن، جمشید اکثرا تنها کسی که یکی از جایی که ارتباط خیلی نزدیک داشت تو خانواده اینا بود، سپس آدم های دیگه اومدن، جمشید هم ید طولایی داشت.